داستان خیلی خوب شروع شد. من گفتم الان مثل اون دوتا داستان قبلیه. این چه زهرمارگه؟ بچه ها درسته که این چند روز یه خورده به مشکل برخوردم و هی سر این جا به جاییه، هی یه چند روز یکی در میون یکی در میون نتونستم ویدیو بذارم. برای همین قراره که امروز دابل داشته باشیم، فردا هم قراره دابل داشته باشیم. چهار تا واقعا پشت هم واو. انرژیاتونو تو کامنت ها به هم نشون بدین. میدونم میدونم و فکر کنم این دوتا آخرین دابلایی باشه که میذارم، چون دیگه از ماه بعدی همون دیلی رو شاید پیش بگیرم و شاید یه سری برنامه های دیگه اضافه کنم. و آره دیگه، از شر این دو سه ماه کانتنت شاید یه خورده خلاص شیم و کانتنت ها تغییر کنه، یه تغییر و تحولی بدیم. و آره سلام، چون خوب شمده رسوان تارگشون با یه پارت دیگه از داستانه واقعی با دوبله متین. یادم نرف اسمتو. یو آره و بریم شروع کنیم دیگه. آره اوکی، قشنگ معلومه از این داستانه ملو، از همین اولش معلومه. به 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 چه آهنگ، کپی رایت نداشته باشی. اوه اصلا متاسفم، تو جلسه گیر کرده بودم و به کل فراموش کردم برنامه زنده داری. مامان من دخترتم، چطور میتونی منو فراموش کنی؟ مامان به من جوابی نداد و گفت که خیلی ممنون خانم ارنستین و متاسفم انقدر منتظرتون گذاشتم. سلام، من هلیام و دارم تمرین میکنم تا بهترین رقصنده بالای دنیا بشم. بابا چاق با قمه روانیم واقعا برام سختش کردن. ما قبلا خیلی کار با هم میکردیم اما اونا حتی دیگه به دیدن اجرای منم نمیان. بابام که تقریبا همیشه به خاطر شغلش خارج از شهره، مامانم هم که همیشه پرونده‌های کاری و از این چیزا داره تا آخر شبم مشغوله. اوکی. یک روز من یه اجرای خیلی بزرگ داشتم، من ستاره اون نمایش بودم. وقتی اسممو خوندن به روی سن رفتم و همگی تشویقم کردن. دنبال مامانم گشتم ولی پیداشون نکردم. آره به خدا، مامانم از مادر دوستم خواست که منو به خونه برسونه. من وارد خونه خالی شدم و یک یادداشت روی میز غذاخوری دیدم. متاسفم که نتونستم بیام به برنامت عزیزم، جلسه های خیلی مهمی داشتم. مهمتر از اجرای بچت؟ من نمیفهمم، دوباره من باید شروع کنم نصیحت کردن؟ زرزر زیادی. مرسی مامان بابت حمایتت. روز بعد تو مدرسه معلم به سمتم اومد و بهم گفت که باید به دفتر مدیر برم. در حالی که ترسیده بودم مدیر بهم گفت که مامانم رفته تو کما. اون امروز صبح کاملا خوب بود، چطوری تو دو ساعت کل زندگیم زیر رو شد؟ فیونا مادر دوستم اومد بهمون گفت که هیچ نشونی از بهبودی خودش نشون نمیده و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که برش گردونین خونه و براش دعا کنید. برای چی خب؟ اون برای چکاپ روزانه میومد و ما هم یه پرستار گرفته بودیم. بابا بهم میگفت که فقط رو مدرسه تمرکز کنم، ولی اونجام اوضاع همچین خوب نبود. میلی محبوب ترین دختر تو کلاسمون بود. به نظر میومد به خاطر دلایلی از من متنفره. اون همیشه راجع به اینکه چقدر رقصنده باله میتونه احمق باشه صحبت میکرد. اصلا این روزا کی بالا نگاه میکنه؟ والا تیکه مینداخت و میگفت که آه چرا امروز دامن بالای مسخرت نپوشیدی، بیا من آوردم برات. واقعا نمیدونم آرمان چجوری با همچین دختری میگرده. من چرا باید با این بگردم؟ دوست ندارم با دختره بیادم، من نمیگم، فقط با دختره خوب. یه بار رفتم یه بازی رو تماشا کنم که تا از اتفاقاتی که افتاده دور باشم. شانس انی من تنها صندلی خانی کنار آرمان بود. تو نمیتونی اینجا باشی، اینجا رو برای پاک کنم رزرو کردم. هی زمین کنو نکن بزر مردم میشنم راحت باشن. آقا همش این میلی به اون آب میداد، نازی نوازشش میگه عشق بازی میکردن و از این حرفا. من هم گفتی دیدم کیسکم اومده سمت ما و واسه من همه اوکی، همه داشتن داد میدن ببوسش ببوسش. خب ببوسش آرمان جان، من بودم ببوسش ببوسش ببوسش. منم یاد چکار کنم، یه روژه لب برداشت و سری زدم و گفتم به به بیا ماتشا بده. نه جون بیا اولیش اولین ماچ ویدیو کشیدن از این حرفا دیگه، کیسکممون رفت تو یوتیوب کنون ترکون. والا دو ساعت دوربین روشون نگه داشته حاج خانم رژ لب بزنه بعد ماچ کنه. خب مگه مزهش عوض میشه؟ مزه دار میشه؟ من نمیدونم، من تا حالا همچین کاری انجام ندادم. از با تجربه های عزیز اسپارتان های با تجربه، اگه مزه دار میشه حتما تو کامنت ها بنویسین، یا حالا هر اتفاق دیگه ای من نمیدونم. والا دیدم میلی داره میاد سمتم، کل نوشیدنیشو ریخ رو صورتم. آره به من گفت که تقاسشو پس میدی دختر، ولی در کل میارزید واقعا. وقتی برگشتم خونه پدرم اومد داخل اتاق و دیدم دوتا چمدون دستشه.
گفت که جدن تو داری خوش میگذرین و میری بازی نگاه میکنی در حالی که مادر یه سبزی و منم یه باغبونم بهش باید مراقبت کنم. آره کل از این حرفو چرت و پرت زد. میخواستم بزنم زیرش ولی فهمیدم کلوکپ مسخرم رو سرمه. بابام بهم یه چیزی گفت که برگام ریخ. گفت که گوش کن اجده، میخوام یه چیزی بهت بگم. من یه زنی رو 2 سال پیش دیدم و عاشقش شدم. نمیتونم بدون او زندگی کنم و اونم بیشتر از این نمیتونه صبر کنه و من باید برم. گفتم چی؟ عالی شد. تو نمیتونی بدون من مامان زندگی کنی؟ اصلا چطوری میتونی این کارو با من کنی؟ بعد ول کنی بری اتصالی کردی داداش. چون مامانت رفته تو کمد. منم میرم با یک دیگه تو کمد. و گفت که متاسفم و باید برم. واقعا چه شانسی. آره شروع کردم به دیدن ویدیو چنل مورد علاقم، همونی که آقا تئوس میده ما دوبلش میکنیم. والا راجب دختری بود که مادرش بعد 15 سال از کما بیرون اومد و تا از پدرش انتقام بگیره. من واقعا امیدوار بودم مامانم خیلی زودتر از اینا چیز کنه بیدار شه بابا. یه دفعه دست مامانم تکون خورد و برگام ریخته بود. بعد گفت که آقا پدرت کجاست؟ دخترم از این حرفا. گفتم اون به خاطر کارش رفته تو جایی و نمیتونه سری بیاد از این حرفا. بعد فیونا رو صدا زدم. والا بعد برگای فیونا رو ریخته بود. جالبه. وقتی مامانم بردم خونه مامانم بهم گفت که عزیزم پدرت گفت برای چه مدتی میره؟ چون تقریبا همه وسایلشو برده. هر موقع بچه دار شد. بعد من رفتم تو اتاق و گفتم که نمیدونم والا فکر کنم یه هفته دیگه میاد دیگه از این حرفا. مامان تو نباید تو تخت باشی. بگو من حالم خوبه، بابات کجاست؟ بعد مدتی بهش گفتم آقا چه اتفاق افتاده. از خود بی خود شد و رو تخت نشست. بعد مدتی بهم گفت که برو گم شو بیرون. در محکم پشت سرم کوبید و صدای جیغاشو میتونستم بشنوم. آره چی بگم والله. کلید ماشین رو برداشت و از خونه زد بیرون. اصلا خیلی وضع داغم بود. تا یه هفته کلا مامان همیشه گریه میکرد و از این حرفا. روز بعد تو مدرسه میتونستم حس کنم که مردم به من نگاه میکنن و یه چیزی زمزمه میکنن. خیلی زود چراشو کشف کردم. همه جا پوستری از لب گرفتن من آرمان بود تو بازی. ولی همش این نبود. دختر را دوست پسراتون رو قایم کنید، حتی شوهراتون نه. بالرین پازشتون دنبال اونا است. گفتم خدای من اون دیگه خط قرمزش رو رد کرد. نه رد نکرده، تو اولین نفر رد کردی که کیت کم اومد. خب دیگه دوست دخترشون برنشسته، منم میدونم، ولی بیا ماچ کنیم. انگار که قصد نداشت بیخیال این موضوع بشه. من نمیتونستم دیگه حتی یه دقیقه اونجا باشم. داشتم فکر میکردم چه انتقامی ازش بگیرم قشنگتره. واو مامانم رو کاناپه نبود، من توی اتاق در حالی که داشت همه وسایلشو جمع میکرد پیدا کردم. داری چیکار میکنی مامان؟ مگه نمیبینی؟ برو وسایلتو جمع کن، از این شهر میریم دیگه، تحمل این خونه رو ندارم. سرم داشت منفجر میشد. از شرکتم خواستم که بهم انتقالی بده و اونم موافقت کردن. حق نداری به پدر هیچی بگی، نمیخوام تا روز قیامتم ببینمش. پدر و مادرم به اینکه انتخاباشون چه تأثیری رو زندگی من میذاره اهمیتی نمیدادن. واسه بابام خیلی آسون بود که ترکم کنه. واسه مامانم هم خیلی آسون بود که منو مجبور کنه خونم و مدرسم و دوستام و بالن رو همه چیز رو ترک کنم. از هر دوشون متنفر بودم. یه روز مامان یه نامه ای بهم داد و توش نوشته بود که قبل از اینکه بیایم اینجا تو رو تو کلاس باله ثبت نام کردم. اینجا آکادمی باله خیلی خوبی داره. اصلا نمیخواستم از رویاهات دست بکشی. اشکم سرازیر شد و محکم بغلش کردم. کفشامو که میبستم احساس کردم الان که قلبم از شادی بزنه بیرون. اینجا جایی بود که توش خوشحال بودم. منم تو باشگاه بوکس خیلی خوشحال بودم ولی بخاطر اوضاع وخیم دیگه نرفتم 2 سال و قراره شاید تا چند ماه دیگه برم. دارم لحظه شماره میکنم. البته از اونجا به بعد دیگه صورتم احتمال این است که سرویس شه و دوباره دماغم اینا احتمال این که شکست به به دماغم بشکنه چی بشه. واو و بکنن بذارنش تو موزه. ازم خواست که تو یه بخش نمایش مشهور دریاچه قور رو اجرا کنم تا بتونه سطح مهارتمو بسنجی. من این یکی رو کاملا بلد بودم. وقتی رقصیدنم تموم شد دیدم همه دهنشون باز مونده و مربی شو که زده شد و ایستاده به همین دست میزنی. بقیه هم همینطور. اون گفت که من فوق‌العاده بودم و باعث افتخارش که به من آموزش بده. یه دفعه با صورت خوردم زمین. یه دختر خره دیگه. بالا نگاه کردم و یه دختر بود به نام انجلا. حالا دستم رو گرفت و من رو بلند کرد و بعد بهم گفت که ببین فکر نکن اینجا تو بهترینی. بهترینی اینجا من و انسان شکی توش نیست. فهمیدی؟ من شوکه زده شدم و گفتم آقا این روانی الان من رو انداخت. بعد من رو بلند کرد تهدیدم که چه وضعشی؟ دختر خیلی خوبی بود ولی فکر کنم از این دختر روانی هست. آره. بعضی از حالا کار ندارم به دختر پسر فت اینقدر مهربونه. بچه گوگل مگولی هست ولی پشت صحنه یک گودزیلایی هست که دومی نداره. یعنی ریج کنن پشماتون میریزه و اصلا هرچی تصورات ازش دارین به هم میخوره. این جزء تجربیات منه که دیدم همچین آدمایی.
چقدر تجربه دارم. اوف اوف اوف، من نمیتونستم صبر کنم تا همه چیو به جاش بگم. حالا جاش کی؟ کراشم دیگه، همون که آقا روش کراشم یا خوبیش به من. همه چی داره توش. ما اومدیم اینجا، یه روز اومد پیشم و ازم خواست که باهاش برم بیرون فیلم ببینم. همین که داشتم آخرین نگامو تو آینه میکردم، صدای باز شدن در رو شنیدم از پایین. مامان داشت با جاش صحبت میکرد، بعد گفت ببخشید خونه اشتباهی اومد، این دختر من اجازه نداره با هر پسری بره قرار بذاره. قبل از اینکه بتونم یک کلمه بگم در محکم بست. بله مامان دیوونه شدی؟ تو احمق چیزی هستی؟ مگه نمیدونی همه پسرا لاشیان، همشون یه خوشگل ببینن تو رو ول میکنن میرن. گفتم مامان جاش اینطور نیست، ولمون کن. بعد مامانم اومد بهم گفت که آه عزیزم، منم همین فکر در مورد پدرت کردم، ولی همشون مثل همن، بهتره که با دخترها قرار بذاری. بعد دخترها خوشم نمیاد، و گفت برام مهم نیست. بیرون رفتم برام خیلی سخت بود، چون مامانم همیشه منو پیگیری میکرد و اصلا از این جاستانا داشتم. بابا مامانش خشن ضد مرد شده الان، با دخترها از این وقت قرار بذار تشکیل خانواده با همون نبوده، بچه دارشون انشالله با هم دیگه. آره اون به آخرین قرارم اومد و به دوست پسرم گفت که من پول پرستم و آدمیم که فقط به خاطر پولش باشم و از اینجور حرفا. قرار روز جشن تولدم هم دقیقه آخر کنسل شد، چون ظاهرم به یکی گفته که من گیم. بله من باید تو آزمون نمره خوبی میگرفتم، چون تنها بلیت رفتن من از اینجا بود. من کفشمو بستم و آماده شدم که برم، فهمیدم در اتاق پروف قفل شده. خدای من، داورا بیرون منتظر بودن، منم جیغ میزدم و مثل دیوونه به در میکوبیدم. شانس خوب من، سرایدار صدامو شنید و بیرونم آورد. من دویدم روی صحنه و صورتاشونو دیدم که اصلا خوشحال نیستن. قلبم داشت تون تون میزد، ولی سعی کردم آروم باشم. وقتی موزیک پخش شد من تونستم انجامش بدم. قلب و روحمو توش ریختم و یک پرش خیلی بی‌نقص انجام دادم و ناگهان بعدش موزیک قطع شد. من وحشت زده به اطرافم نگاه کردم. آنجلا رو دیدم که تایی سالون تاعتر نشستی. خانوم ما وقت برای این کارا نداریم، همه اون با این قاطع آشنایی داریم، میشه بدون موزیک ادامه بدین؟ من برای چند لحظه چشامو بستم. همه چیزی که میتونستم تصور کنم پدرم بود که داشت ترکم میکرد، مادرم که داشت گریه میکرد، پوسترهای من آرمان و پوستخندهای بوم بزن دهن همشونو چرت. من مدت خیلی طولانی سخت کار نکردم که اجازه بدم اونا منو متوقف کنن. بله. نفسمو بیرون دادم و با خودم گفتم من میتونم. وقتی تموم کردم فقط دستم گذاشتم رو صورتم و دیدم چهار تا داور برام ایستادن دست میزنن. واقعا تا حالا باورم نمیشد داستان انگیزشی سر رقص باله بذارم و انگیزه بدم بهتون. ببخشین دیگه، داشتم خواب میدیدم. همون لحظه آنجلا دوید جلو، شروع کرد به گیوزاری و یک بادیگار اونو برد بیرون. من بورسیه تحصیلی رقص مدرسه رویاهامو گرفته بودم. خیلی خوب بود که مامان خوشحاله و خیلی خوب بود که بالاخره بهم افتخار کرد. و خیلی خوب بود که داری میری. یه روز تابستونی داشتیم دوچرخه سواری میکردیم و یه ماشین با سرعت خیلی زیاد اومد سمتمون و ما انحرافی شدیم. اون بهمون نخورد، ولی من افتادم زمین و پام پیچ خورد. آه استیسی، مچ پام واقعا درد میکنه. اون یه ماشین گرفت و سوار شدیم و به سمت بیمارستان رفتیم. مچ پام ورم کرده بود و منم داشتم خیلی ناجور درد میکشیدم. یکم بعد دکتر اومد داخل و گفت خب ببینم اینجا چی داریم. چیه دکتر؟ من بالا نگاه کردم و کلمات یادم رفت. کراش. اون دوچرخه افتاد. منظورم این که من با دوچرخه افتادم، ماشین اومد بعد سرعت، از این اتفاق پشت مچ پام. آره. کاملا مطمئن بودم که میتونه از طریق اون نبض منو حس کنه. پیش خوردی خیلی بدی داشتی. ازت میخوام که یه هفته بعد دوباره بیای پیشم. چرا انگشته پات کبودن؟ من یه بالرینم. اون خیلی مشتاق به نظر می رسید. اون گفت که خیلی زیاد بالا رو دوست داره و شروع کردیم به صحبت در مورد نمایش مورد علاقه. به طور قطع مامان تو خراب کردن همه این نشونهای خوشحالیم عالی بود. وقتی برگشتم خونه مچ پامو بهش نشون دادم. مامان از عصبانیت دیوونه شد. دکتر گفت که خیلی زود خوب میشه مامان، قصه نخور. جیمز ازم خواست که باش برم بیرون و من خیلی هیجان زده بودم. فهمیدم من عاشقشم. آره، ولی یک روز من یه تماس از اونا گرفتم. اون بهم گفت که مادرم دوباره رفته تو کما. یه لحظه مامان، تا قبلی که بره تو کما از کجا فهمیدی عاشقشی؟ نه اون موقع که فهمیده بودی عاشق اونی، دوباره رو اون یکی دیگه کرایش زده بودی که می‌خواستی عاشق اون بشی، دوباره فهمیدی الان عاشق یکی از کجا فهمیدی تو عاشق اونی؟ خیلی دوست دارم بدونم. نه این اتفاق نباید میافتاد. همین که به جیمز پیام دادم با عجله خوشو رسوند. عزیزم چند روزی که دارم سعی میکنم با تماس بگیرم. این چند روزه مامانت حالش خوب نبود؟ اشکامو پاک کردم و نفسمو دادم بیرون.
اوه پسر، به خاطر این نیست که جوابتو نمیدم. جیمز، من حاملم. چی؟ تو چی؟ دوتامون چرخیدم و در کمال تعجب مامانو دیدم که وایساده بود. داشت نفس نفس میزد. میدونستم داره اتفاق میفته و بعد میفهمیدم حق با منه. تو یه احمق، دختر منو حامله کردی. مامان نه، صبر کن. تو یه کمای فیک درست کردی راجب اون همه سال پیش. چی؟ اون موضوعش که سر کله زمای نخاله دیگه بود. گفت شنیدم که با یه زن دیگه حرف میزد و میگفت که میخواد منو ترک کنه. همینطور که اونجا شوکه زده شده بودم، جیمز بهم نگاه کرد و گفت بعدم با صحبت میکنم ای زن فلان. گفتم نه، برگرد. قبل از اینکه حتی مامان بتونی از جاش بلند بشه، جیمز رفته بود. یه لحظه من استوب کنم، گوز پیچ کردم، کار به مامانه ندارم. این الان در رفت و اینه، یعنی واقعا یه حرکتی زده بود به همین سرعت؟ هنوز اصلا به هیچ چی نرسه، فقط رفته بودم یه بیرونی ها. قراراشون به همین سرعت انجام میشه، به سرعت برق و باد. بعد من نمیدونم چرا همه اصلا هیچی به اسم اون یه چیزی نمیخوام اسمشو بگم اصلا استفاده نکنین. یه موقع در جا بزن اینو کاتش میکنیم اوکی. ولی این مامانم کمای فیک رفته، اون موقع بفهمه اونجا چی شده، الانم داره میفهمه اینجا چی شده. به به، حتی نمیتونستم بهش نگاه کنم. اون اصلا به اینکه اونو پدرم منو تو چه موقعیتی قرار داده بودن اهمیتی نمیداد و هنوز داشت انکار میکرد. وقتی شب برگشتم خونه، آخرین چیزی که میخواستم این بود که با مامان سر و کار داشته باشم. بهم گفت که دکتر چی بهت گفت؟ اون گفت که اون خیلی جوون و حرفه‌ای داره که باید مشغول اون باشه، نمیتونه مسئولیت بچه رو قبول کنه. اون باهم به هم زد. مامان خیلی عصبانی بلند شد و گفت حرفش. پس حرفه تو چی میشه ها؟ بالات چی میشه؟ من بهت هشدار داده بودم و بارها بالا گفته بودم، برای یک بارم که شده فقط خفه شو مامان. اونجا یه سکوت شوکه کننده بود. تو اصلا به اینکه من چه حسی دارم اهمیت میدی یا نه؟ فقط به اینکه درست باشه اهمیت. بابا زر نزن، حالا خودت الان بیشتر تقصیر کاری. فکر کنم همون جایی که فهمیده عاشقش همین حرکت هم زده. میخوام بمیرم. باشه اهمیت میدی؟ خب تبریک میگم مامان، حق با توه. همه مردا عوضین، ولی الان قلب من شکسته و یه بچه دارم و کاملا تنها. و دیگه هیچ وقتم باهات کار نمیکنم. یک دفعه حس کردم مامان منو بغل کردی. نه، تو به اون مدرسه میری دخترم، ورودی تو یک سال عقب میندازی. ولی بچه چی میشه مامان؟ خفش چند سالته گوسفند؟ بچه‌ت بزرگ میکنم. قرار نیست که بعد این همه سختی و تلاش کردن تسلیم بشی. قراره که منو بچه‌ت خیلی بهت افتخار کنیم. 9 ماه خیلی سری گذشت. من یه دختر بچه خیلی خوشگل به نام آلا داشتم. نمیتونستم به اینکه چقدر بی‌نقص و خوب فکر نکنم. وقتی توی خوابگاه صدها مایل ازش دور بودم گریه میکردم. خیلی سخت تر از اون چیزی بود که فکر میکردم باشه. اون از من به خاطر اینکه ترکش کردم بدش میاد. من باید خودم رو جمع و جور میکردم. میخواستم دخترم یه روزی بفهمی که من همه تلاشمو کردم تا هر چیزی بشم که میتونم. کوین چند دقیقه قبل از اینکه برم رو استیج گونم رو بوسید. کوین کدوم خریه؟ خدایا چیه؟ اینا داستان خیلی خوب شروع شد. من گفتم الان مثل اون دوتا داستان قبلیه. این چه زهرمانیه؟ ما یک سال پیش با هم توی مجموعه نمایش بالا آشنا شدیم و اون همین اخیر به من پیشنهاد ازدواج داد. یعنی اون زمانی که حامل شده یکی دیگه دوباره با یکی دیگه آشنا شده. و البته من بهش گفتم بله. اون بهترین دوستم و نمیتونم صبر کنم تا اونو به مامان و آلا معرفی نکنم. چند ماه بعد با کوین برگشتم خونه و داشتیم راجع به پلنمون برای رفتن به نیویورک صحبت میکردیم که فهمیدم عاشقش شدم. بگو. من نقشی رو در تولید محصولات باله به دست آورده بودم. مامانم چند تا پیشنهاد دیگه داد. همون لحظه زنگ درو زدم. من از تعجب خوشگم زده بود. تو اینجا چیکار میکنی جیمز؟ اینجا چه خبره؟ جیمز داشت تو چشه آلا نگاه میکرد. اون دختر بچه منه. من خیلی عصبانی بودم. گفتم چطور جرأت میکنی؟ بعد گفت که گوش کن، اما من یه اشتباهی کردم، قول میدم که برات جبرانش کنم و میتونم یه خانواده تشکیل بدیم. از خونه و زندگی من گم شو بیرون جیمز. من دارم عروسی میکنم و هیچ وقت اجازه نمیدم قسمتی از زندگی آلا باشی. تو لیاقت منو نداشتی و قطعا لیاقت اونم نداری. جیمز خیلی عصبانی به نظر میرسید، ولی یک دفعه چرخید و رفت. خیلی احساس خوبی به دست داد. با خانواده‌ام به نیویورک رفتم و خیلی سریع مشهور شدم. خود رئیس جمهور برای دیدنم به آخرین اجرام اومد و ازم خواست که بعداً با هم ملاقات کنه. من خیلی شوکه زده شدم وقتی بهم گفت که باز افتخارش که منو تو کشور خودش تو المپیک نشون بده. من الان همه جای دنیا سفر کردم. عاشق رئیس جمهور رشی فقط. فوق‌العاده‌ام، ممنونم. کسایی که منو تو این همه سالا حمایت کردن و حالا دیگه بیشتر از این نمیتونه به مامانش افتخار کنه. نمیتونم صبر کنم تا ببینم که وقتی بزرگ میشه چه آدمی شگفت‌انگیز میشه و یا چه کارهایی میتونه انجام بده. من همیشه حمایتش میکنم. من از همه جهت پشمای من ریخ.
یعنی همه چی داشت، مو به مو، همه چی پرفکت بی نقص، همه رو گندکاری کرده بود توش. هم خوب بودم بناش، هم تش به گفترین روش ممکن تموم شد. حال کردم، حال کردم، جیگرم حال اومد. خب بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه. اینم داستانای واقعی پلیلیستشه، اگه دوست داشتین حتما برین سر بزنین. کلی از این داستانای بولشت هست تو این پلیلیست. را تا قسمت بعدی، خدای نگهدار شما.